این جنگی که اتفاق میافتد، در این جنگ از سلاح اتمی تاکتیکی استفاده خواهد شد برای زدن هدفهای در ایران، و در 48 ساعت نخست جنگ تمام زیرساختهای اقتصادی ایران، بندرها، سیستمهای بررسانی، پالایشگاه‌ها، پل‌ها نابود می‌شوند. یادمون باشه که در جریان آزادسازی کویت چه اتفاقی برای عراق افتاد. عراق با اون ارتش قدرتمندش، با اون سیستم دفاعی، در جریان آزادسازی کویت نیروهای متفقین از جمله آمریکایی‌ها در مجموع 3 گردان 36 جنگنده از دست دادن، ولی عراق نابود شد. و این زنگ خطری است برای ما. نگذارید که فرمانده‌های سیاسی سپاه پاسداران و آخوندها، جناب وطن‌ها، اینا کسانی هستند که این تصمیمات رو نخست دستور از روسیه ارباباشونه، نخست دستور از چینی هاست، و پس از اون در پای منقل های تریاک، پس از زدن، پس از استعمال تریاک، مواد مخدر روان پریش استفاده می کنن. و وای وای به حال ملتی که سرنوشت خودش را به دست چنین کسانی بدن. و همچنین چین، دیدیم هنگامی که جناب ترامپ به طور حساب شده اومدن و پا روی دوم چین گذاشتن، چینی ها ماسک از صورتشون افتاد، گفتن شما اگر بخواید جلو برید ما اسلحه میفروشیم به دشمنان آمریکا، خودشون لو دادن. پس اجازه ندهیم که کشور ما، که اگر ما بتوانیم بر اثر یک با تعریزی درست، با برنامه ریزی درست بیاییم و این رژیم رو سرنگون بکنیم، با دادن کمتنی هزینه من و شمای نوعی میتونیم ایرانمون رو بهشت و روی زمین بکنیم. نگذاریم که ایران ما تبدیل به عراق و سوریه بشود. اینا مسئله است که باید دقت کرد. باید ما حرکات سیاسی رو در دنیا ببینیم. ما باید ببینیم برای که وزیر دفاع آمریکا بلافاصله پس از اینکه دولت آمریکا تشکیل میشود، راه آسیای جنوب شرقی میشود، به کره جنوبی و ژاپن میرود. موضوع صحبت در ظاهر کره شمالی است، ولی میدونیم پشت پرده بی آگاهی وجود دارد، به ویژه دستگاه اطلاعاتی ژاپن اخبار بسیار مهم و مدارک 100% دارند که چه همکاری‌های دیوانه‌واری پشت پرده بین کره شمالی و جمهوری اسلامی در جریان است. و آن صحبت‌هایی که وزیر دفاع آمریکا می‌کند، آن صحبت‌های درستی که و مصممی که سپهبد جنرال سپهبد مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا آگاهانه می‌کند و دیگر مقامات و خود رئیس جمهور آمریکا، و می‌دونیم که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، مدیریت جدید سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا دستورات جدید رو گرفت، ادمینستریشن جدید، شاید بعد از سال‌ها باشه در سیاست آمریکا در تاریخ مدرن که 3 عنصر مهم، پنتاگون، وزارت خارجه و کاخ سفید و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، همزو و با یک هدف دارن جلو میرن. حواس اون جمع باشه. جناب دانشجو، پیام جناب نتانیاهو به ملت ایران بسیار مهم بود، بسیار مهم بود. و این رسانه تا اونجا که من میدونم و شما فکر کنم با من حقید هستید، تنها رسانه ای بود که این پیام رو به طور وسیع گسترش داد، مرتب تکرار کرد برای مبارزه با تبلیغات مسموم رژیم و عوامل مستقیم و غیر مستقیم. بود امروز در خبر اومده بود که آقای نتانیاهو به بریتانیا سفر کردن، دیداری دارند با نخست وزیر بریتانیا و در رابطه با این هستند، در این هدف دارند که یک هماهنگی، یک ائتلاف جهانی بر علیه جمهوری اسلامی به وجود بیاد و ستون فقرات این ائتلاف جهانی خاورمیانه خواهد بود و تشکیل یک نیروی که به نظر من ما داریم نزدیک میشیم به حدودهای 1992 و یا 2003 و منظور از هر دو اینا حمله به عراق بود به دلایل میشه.